حکم حکومتی هفته. امید کوکبی نخبه فیزیک برنده جایزه آزادی علمی 2014 شد. این اتفاق دقیقا همزمان شد با بحث بورسیه های غیرقانونی موضوع مشاجره طیف‌های درون حکومت. با انتشار اطلاعاتی مبنی بر اعطای 3000 بورسیه غیرقانونی در زمان دولت احمدی نژاد و پاتک اصولگراها در ادعای اعطای 11000 بورسیه غیرقانونی در دولت های قبلی، تقریبا میشه فاتحه این نظام آموزش عالی رو خون. اما تو سیستمی که کارگزاران حکومتی به وجود 14000 بورسیه غیرقانونی در 16 سال اخیر اعتراف میکنن، کسانی هم وجود داشتن مثل امید کوکبی. امید کوکبی رتبه 29 کنکور برگزیده المپیاد و دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی و گرایش لیزر در دانشگاه تگزاس آمریکا. امید به خاطر نمره‌های درخشانش و معلوماتش از اروپا و بعد آمریکا پذیرش رو بورسیه می‌گیره تا ادامه تحصیل بده در رشته‌ای که علاقه داره. و برعکس دختر حیدر مستحی وزیر سابق اطلاعات، دختر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران، فرزند سردار حسین اشتری، فرزند رئیس دیوان عالی کشور، دختر علی اکبر ولایتی و 10 نماینده مجلس فعلی و کلی از فرزندان مقامات نظام مقدس که اسمشون در لیست دیده میشه پارتی نداشت. امید کوکبی به خاطر پشتکار و استعدادش تونست به بهترین دانشگاه وارد بشه. اما امید کوکبی بعد از اینکه سال 89 برای دیدار به ایران برمیگرده و بهش پیشنهاد میشه تا برای جمهوری اسلامی کار کنه و ایشون پیشنهاد رو رد میکنه، بازداشت میشه و از اون موقع این سرمایه ملی ما در زندان. جالبه که اتهام امید کوکبی ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع ذکر شده. این در حالیه که کوکبی رو قبل بازداشت مجبور به حضور در جلسه میکنن که در اون جلسه کوکبی رو تحت فشار میذارن که بیاد برای برنامه هسته ایران کار کنه. بعد از شنیدن جواب منفی میگن جاسوسه. کوکبی بازداشت میشه. کوکبی در نامه‌ای به دوستش مینویسه این تنبیهی است برای اعتقاد به آزادی انتخاب شخصی برای برگزیدن مسیر زندگیش. ده ها تن از فارغ التحصیلان، نخبگان و حتی 28 نفر از برندگان نوبل برای شخص آقای خامنه‌ای درخواست تجدید نظر فرستادن، ولی امید کوکبی نخبه ترکمن ایرانی هنوز در زندانه و مورد عفو و رأفت معظم الزمان واقع نشد. توضیح: کوکبی بورسیه رانتی ندارد و فرزند هیچ یک از مسئولین نیست. حکم حکومتی: جای امید کوکبی نه در زندان بلکه در دانشگاه است.